با کی کار داره؟ کیو داره میترسونه؟ نمیدونه ما ایرانی ها 17 کیلومتر صف وایسادیم، گفتیم یک باک تو زندگی جلو بیافتیم یک باکه، یک باک وایسادیم. ماشین های میلیاردی من کف کردم، گفتم یعنی این لنگ یه باک بنزینه؟ 17 ساعت تو صفم بودم، آخرم گفتم بنزین تموم شد، کج کرد رو اون وری. ما جلوی اونا نمیدونن ما کی هستیم. رفیق من میگفت که با این وضعیت من دیگه ماشین نمیتونم بخرم و برای اینکه برم دنبال دوست دخترم مجبورم با ویلچر پدر بزرگ خدا بیامرزم. فکر کن با ویلچر میره، میگه سوار شو، میگه این چیه؟ میگه ماشین فعلا نیست، اینو میریم حالا. میگه خب تو کجا بشینی؟ میگه من رو دستش میشینم. اما بیاید یه مقدار رو فرهنگمون کار کنیم، زمانی که گرانی میشه زرتی ندیم سمت گرانی که این تورم و ورمشو بیشتر. بنزینم عزیزان نگران نباشید، بنزین اگر مشکلی پیش اومد من از جاهای موثق خبردار شدم که انشالله بنزین منجمد برزیلی قرار وارد بشه و مشکل بنزین قطعا حل میشه. و اصلا نگران شما، چون خدا همیشه با ماست، اصلا نگران نباشید و ما همیشه تحت حمایت بودیم. منتها قبل از موضوع بنزین، چون اینجا ایران همه چی فرق میکنه، جگرکی ها این اواخر هی جگرا رو نازکتر سیخ میکردن که دیگه این آخری ها فقط سیخ خونی رو منقل میذاشتن که میدادن. ما میخوردیم گفتیم جان چه بو زخم خونی میده حال میده. ما خودمون وفق میدیم با جام، یعنی جا نمیزنیم هیچ وقت، یعنی خیلی مهمه. حالا من یک سوالی از شما بزرگواران دارم عزیزان جان. راستی میخوام بدونم اون یه باک بنزینی که زدین هنو داری؟ نه دارین یا نه؟ خدایی یه زمانی امکانات نبود دخترها عاشق نصرالله رادش و جمشید هاشمپور رو، امکانات نبود. مثلا دیگه جمشید هاشمپور اوج جذابیات بود براشون، زینال بندری مثلا اون کله کله کچلش تاس دوست داشتن بودن، این خوبه، این پیت پوله، این خوبه. مثلا بعد کم کم نسل عوض شد و دخترهای امروزی متاسفانه نگاه میکنی بعضا، البته نه همه، اول عاشق رضا گلزار میشن، چند سالی که میگذره میفهمن اشتباه کردن، عاشق شهاب حسینی میشن. محبوب خیلی بازیگر تو دلبره، یه چهره مردانه قشنگی داره، اینم شهاب حسینی. آره. از گلزار شروع میکنن به شهاب حسینی میرسن، در نهایت با مهران رجبی ازدواج میکنن. چون درکتون میکنم، منم از جنس شما، منم گرفتاری های خودمو دارم، اینجا تظاهر به شادی میکنم. عرضم به حضورتون که بعضی از دخترها نگاه میکنی میرن مشاور روانشناسی، جلسه 300,000 تومان میده به مشاور که میگه این پسر منو ترک کرده برگرده. خب بابا تو همینو به پسر میدادی الان 5 تا بچه داشتی. صحبت از بچه ها بود، بله، به افتخار دخترهای نجیب و اصیل ایرانی. خدا میدونه اگر شما دختر خانم ها امشب در این تالار نبودین، حتی انرژی ما 1,000 انرژی که امشب اینجا بود نبود، انقدر که حضورتون مؤثره، انقدر که خوبی. و اما اجازه بدین صحبت بچه ها رو ناتموم نذارن تا بچه ها بدونن که دور زمان چقدر عوض شده. بچه های این روزا یه مقدارشون باهوشن، توقعشون هم بالاست و به راحتی نمیشه سرشون کلاه گذاشت. بچه امروزی بغض میکنه، یه لب برمیچینه براش حبابساز 2-3 میلیون تومانی میخرن، اون وقت ما بچه بودیم ریکا میریختیم تو حلقمون، شلنگ آبم میگرفتیم فشار میدادیم، از همه سوراخ ها حباب، یه کهکشان حباب، حبابای رنگی، سیاسفید، بیرنگ. بعد با شوق میپریدیم حبابا رو میترکندیم، بعضی از حبابا بو میداد بیهوش میشده میافته حباب. اون موقع اینجوری بچه های امروزی. حالا من یه سوال از شما دارم، موافقید برنامه رو ادامه بدیم؟ یه شرط، کیا اینجا پیج من رو فالو دارن دست بزنن؟ چند نفرن؟ بسیار متشکرم از این که منو مسخره کردید. درسته که اونجا 4,700,000 نفر هستن، اما عکس پروفایل همه تون حفظم، حتی اونایی که عکس نذاشتن من رفتم دایرکتشون گفتم عکست کو؟ خب اینه، اما به کسی نگو. گفتم بین خودم میمونه، من و تو، خدا، تموم. چرا این کارو میکنید؟ چرا به خاطر این که اینجا کلن
180 نفر فالوور بودن، باقی این همه 1000-2000 خورده الکی دست زدید که من تشویق بشم برنامه. صداقت، فالوی حلال ببرید خونه. میرید پیجای خاک برسری رو فالو میکنید، وقت من کچل رو میخواب فالو کنی، حسن آندرلان ریبندی فالو کنید، واسه مریض میخوام، ثواب داره. کامنت های خوب بذارید، منو تشویق کنید که بازم بیام برنامه جدیدتر براتون اجرا کنم. به خاطر همین از الان به بعد میخوام سالن رو دو دسته تقسیم کنم، طبقه بالا و پایین. یه پروژه دارم. طبقه پایین میگید رفت دل من، رفت مگه از دست نگاهت میشه در رفت. بالا میگین هست، یه نفر هست، هست، خیلی هست. اما تو کار هم دخالت نکنید، فقط قسمت آخرش رو دیگه میکس کنید با هم دیگه. عزیزم مگه چقدر دادین؟ توقعتون رو بیارین پایین. بعضی از صداها از حنجره نیست، نه از اونجام نیست، از اعماقه. اینجور صداها صدای برخورد لبه کیسه صفرا به لوز المعده کبد، از اون وسط ها میاد بالا. خیلی سخت، خود جیپسیکین اذیت میشه. بعد منی که نمیتونم اذیت نمیشم؟ ما داریم خواننده هایی که ایرانی ها همه چی متفاوته، تلویزیونی من متفاوته. فقط در تلویزیون ایران شما نگاه میکنی سریال میسازن تحت عنوان پهلوانان هرگز نمیمیرن، همون قسمت اول 6 تا پهلوان میمیرن. اسکل کردی ما رو. صدای گربه سالمه، اما خب گربه سرما خورده به شکلی دیگه. دیدین؟ ما شما ند... اصلا شما تالا دیدین گربه سرما بخوره؟ الکی حرف میزنین؟ گربه همیشه یه گاهی که دیگه خیلی سرما بخوره و صداش، و گربه ای که حتی مطمئنم ندیدی تالا گربه سرفه کنه. سرفم بسطه. اینا آیتم های آینده است. عزیزان پولتون حلال شد. جدی میگم وقت تموم شده، بلند شید با آرامش برید خونه هاتون. ممنون که منو هیچ حساب نمی کنید و انگار با خودم دارم حرف میزنم. بله، افزایش 23% لبنیات شگفت انگیز بود. از الان گاو فوش حساب نمیشه، ارزش حساب میشه. مثلا میگن طرف فریخته گاویه، واقعا چون 23% رفت بالا. اگر گاوا جای یونجه دلار هم میخوردن انقدر نمیشد. من محاسبات تو کش، اصلا دلار بالای 10 تومن دیگه ارز نیست. این طول قشنگ طولشو چی کار کنه؟ حالا ارزشو یک کاری بیاد. این طول قشنگ پسته شده کیلو 200,000 تومن، بعد نخ کنی گردن من کنی گردنت بندازی دیگه میشه خورد. رفیق من میگه مرغ خریدم کیلو 11,000 تومان، زغال 17,000 تومان، موندم کدومشو بخورم؟ اینم تاثیر داره. سری داریم به عقب برمیگردیم. اقتصاد یه چیز عجیب غریب، من دارم میگم شما باور نمیکنید. تورم شوخیه، روز به روز میبینید لواشک ها داره نازکتر و نازکتر. این بعد برگ دستمال کاغذی شده، باد چیپس ها بیشتر شده. چیپس وا میکنی دو تا سیب زمینی اون تملق میزه همه هوا. خیلی عجیب غریب. جوانای ما تو ایران به مرحله رسیدن که از آب و گل که در میان میرن تو مرداب تازه بعد، یعنی وضع بدتر و بدتر از این. من میگم ای کاش که ما رو به عنوان برده بفروشن. جدی میگم، هم ارز وارد میشه، هم ما خارج میشیم، هم جمعیت متعادل میشه. بله، تنها کشوری هستیم که وقتی جنس آکبن میخریم چند سال ازش استفاده میکنیم تازه میتونیم با چند برابر قیمت گذشته بفروشیم. نداریم در دنیا، همه چیزمو فهم خدا میدونه. اگه خودش میفهمه چی میگه مرتی که 3 سال وقت منو توی گوگل گرفت، سرچ میکردم میزدم هوپا گنگم استایل، گوگل میگه به خدا منم نمیدونم چی میگه. زبون اینا رو هیچکی نمیفهمه. باز کره جنوبی ها، ژاپنی ها، اینا یه چیزایی، چینی ها که فقط ه دارن. هشتم آذر ماه
یک کنسرت خنده ورژن جدید براتون آماده میکنیم به تلکون که از عمرتون حساب نشه. بیاید و دوستاتونم بیارید. ممنون از حضورتون، دوستتون دارم، در قلب من جای داری، همیشه پایدار و پاینده باشید. شب خوش. یوتیوب، از این بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده، آرشیو شده، در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی، منتظر شما هستم.